معتقدم ما چند تا هاشمی داریم. این هاشمی ها رو باید از هم تفکیک کنیم تا بتونیم یه قضاوت منصفانه داشته باشیم. یک، هاشمی قبل از انقلاب. هاشمی قبل از انقلاب چهره روشنی است در مبارزه، مقاومت هاش فراموش شدنی نیست. هاشمی دوم، هاشمی بعد از انقلاب و هاشمی همراه امام، خدمات این هاشمی هم فراموش شدنی در این عرصه نیست. به عنوان بازوی توانمند امام در سالهای اول انقلاب از تمام وجودشون مایه گذاشته. سه، هاشمی به علاوه کارگزاران، این هاشمی قابل دفاع نیست، این هاشمی مورد تأیید نیست. چهار، هاشمی رفسنجانی با فرزندانشون، فرزندانش را قدیس بدانه، هر طور که شده حمایت کنه. بنده معتقدم این هاشمی هم ضربه به حیثیت خودش میزنه با این حمایت ها. هاشمی پنجم، هاشمی دوران ریاست جمهوری است. هاشمی دوران ریاست جمهوری نقاط قوتی داره و نقاط ضعفی. نقاط قوت آقای هاشمی دوره ریاست جمهوری نقطه سازندگی است. نقطه ضعف این دوره در حقیقت روشن شدن استارت تهاجم فرنگی است. هاشمی رفسنجانی ششم عبارت است از هاشمی رفسنجانی که کاندیدای ریاست جمهوری شد. من معتقدم این هاشمی هم نمیتواند مورد تأیید باشد، به علت اینکه در به خصوص دوره دوم انتخاباتشون یه جوری عمل کردند که همه جریان‌های منفی ضد انقلاب از ایشون حمایت کردند. نهضت آزادی از ایشون حمایت کرد، جبهه ملی از ایشون حمایت کرد و اون فیلم تبلیغاتی هم که برای ایشون ساخته شده بود، من معتقدم تیر خلاص به حیثیت آقای هاشمی بود. این هاشمی رفسنجانی هفتم، هاشمی رفسنجانی بعد از جریان فتنه است. من چون بنای بر تقیه ندارم و حرفمو صریح میزنم، بنده معتقدم که آقای موسوی، آقای کروبی، آقای خاتمی صفرهایی بودند که عددشون آقای هاشمی، اگر این عدد از کنار اینها کنار می رفت، معتقدم به سرعت می شد این فتنه مقابله باهاش بشه.